دوستان عزیزم حالتون چطور امیدوارم که خوب و خوش باشید رضا نظر بگی هستم از کانال یوتیوب پویت اکادمی با ادامه آموزش های سفت تا صد آدوبی این دیزاین در خدمتتونم توی جلسه ویدیویی میخوایم بریم سراغ ویرایش کارکترهای متنی با این موضوع بیشتر آشنا بشیم وقتتون رو نمیگیرم سریع استارت کار رو بزنیم اگر من بیام به استفاده از سلکشن تول روی متنم یا حالا یک خط حروف و کلماتی که دارم یا حالا هر موردی که اینجا وجود داره به عنوان متن دابل کلیک کنم به حالت ویرایشی در میاد یا اگر بیام با استفاده از تایپ تول روی بخشی کلیک کنم باز هم همین اتفاق میافته یعنی اون کادر متنی به حالت ویرایشی تبدیل میشه یعنی من مثلا میتونم اینجا یه موردی رو بلاک کنم تغییرات رنگی بدم و یه همچین مواردی که الان بیشتر باهاشون آشنا خواهیم شد باز هم مثل خیلی از دروس دیگه در به این دیزاین بهتون بگم اگر از نسخه های قدیمی استفاده می‌کنید برای تغییرات در این بخش کارکترهای متنیمون میتونید برید سراغ کنترل پنل اگر از نسخه‌های قدیمی استفاده می‌کنید اگر از نسخه‌های جدید استفاده می‌کنید در کنار کنترل پنل بخش پراپرتیز هم هست یعنی شما میتونید فقط از پراپرتیز استفاده کنید که در سمت راست دیده میشه و میتونید ازش بهره بگیرید در کنار اینا پنل کاراکتر و پاراگراف رو در بخش ویندو گزینه تایپ اند تیبلز میتونیم فراخوانی کنیم گروه هستن این دوتا پنلمون بنابراین اگه کاراکتر یا پاراگراف رو بزنم هر دوتاش با هم اجرا میشه اگر فعالش کنم این قسمت به نمایش در میاد این بخش کاراکترمونه که الان باهاش Uh, میخوایم کار کنیم در ارتباط باش صحبت کنم ولی خب همه این مواردی که اینجا در این دو تا پنل هستن در پنل یا پاراگراف در پراپرتیز و کنترل پنل هم وجود دارن بنابراین مستقیم میرم سراغ این موارد اگر از نسخه های قدیمی استفاده میکنید یا کنترل پنل دارید اون بالا بالا سمت چپ گزینه کرکتر پنل کرکتر اگر این رو دوباره تکرار میکنم متنتون در حالت ویرایشی باشه به چشمتون میاد میبینیدش این بالا گزینه پاراگراف همین پایینش هست یعنی به راحتی روی این مورد کلیک کنید سویچ میشین رو پاراگراف روی این مورد کلیک کنید سویچ میشین روی کرکتر و تغییراتی که میخوایم روی کرکتر بدیم رو میبینید یه نکته رو هم بهتون بگم اگر این مواردی که این بالا هستن رو به طور کامل در بخش پراپرتیز نمیبینید دلیلش اینه که به صورت مخفی قرار گرفتن اگر من زوم کنم بهتر مشخص میشه در پنل کرکترتون در پراپرتیز سه تا نقطه میبینین روش کلیک کنین موابق موارد به نمایش در میان برای پاراگرافمون هم همینطوره این سه تا رو این سه تا نقطه رو اگر روش کلیک کنید به نمایش در میان که در ارتباط پاراگرافم بعدا صحبت میکنم دوباره بزنید غیر فعال میشن پس همه این موارد در بخش پراپرتیز هم دارید اما در کنترل پنل من این موارد رو آموزش میدم شما اگه دوست داشته باشین از پراپرتیز میتونید استفاده کنید میتونین از پنل کرکتر استفاده کنید هیچ فرقی نمیکنه خیلی خب از همون بالا سمت چپ شروع میکنم ولی قبلش باید یک بخشی از متنم رو انتخاب کنم از یک حرف گرفته تا یک کلمه یا یک جمله یا کل متنم رو که میشه با کنترل A هم بلاکش کرد انتخاب میکنم پس کلیک و درگ باعث میشه که یه بخشی رو انتخاب کنیم مثلا بلاکش کنیم و تغییرات رو فقط روی این مورد اعمال کنیم میشه جداگانه این کارو کرد حالا کادر اول فونتمون رو مشخص میکنم مثلا من میتونم چه این فونتی رو در نظر بگیرم میبینید این قسمت فقط فونتش عوض شد میتونم بیام و برای فونتم مثلا اون قسمتی رو که بلاک کردم حالت هایی که اون فونت در اختیارمون میذاره رو اعمال کنم مثلا اگر کادر رو باز کنیم اون حالت ها رو بهمون به, من، به من نشون میده این گزینه مثلا ایتالیک باعث میشه کج بشه یه مقدار تکستمون گزینه بعدی گزینه بولد که یه مقدار زخیم تر میکنه تکست رو برای ما و بولد ایتالیک هم زخیمش میکنه همین که یه مقدار خمیدگی به وجود میاره این حالت کج بودن رو در تکستمون خواهیم دید یه مورد خیلی خیلی مهم که ممکنه براتون سوال پیش بیاد اگر میبینید که شما مثلا یه متن رو انتخاب کردید یه بخشی از متنتون انتخاب کردین بر اساس فونتتون میانی می‌بینید این کادر پایینی هیچ کدوم از این موارد ایتالیک و بولد و موارد دیگر رو نداره فکر نکنید که نرم افزار این دیزاین شما ایراد داره نه دوستان عزیزم اصلا این مورد نیست امکاناتی که در کادر پایینی میبینید دقیقا بر اساس اجازه هایی که فونت شما بهتون میده برخی از فونت ها فقط یه گزینه معمول رو دارن که هیچ حالتی نداره یعنی فقط حالت ساده مشخص خود فونت رو بهتون میدن برخی فونت‌ها اگر انتخابشون کنیم بلاکشون کنیم یه سری گزینه های بیشتر دارن حالا بر اساس اون امکاناتی که اون فونت بهتون میده اینا تغییر میکنه مثلا من اینجا رو انتخاب کنم این قسمت رو اجازه بدین این مورد رو انتخاب کنم و یه فونت دارم به اسم My Riot اگه اشتباه نکنم نوشته میشه اینو اگر انتخاب کنم تعداد این حالت هاش حالت های متنیش خیلی بیشتره پس بر اساس فونتتون میتونین تغییرات رو ببینید حالت های مختلف رو استفاده کنید برخی از فونت ها اصلا هیچ کدوم از اینا رو ندارن پس مشکل از این دیزاینتون نیست مسئله فونتتونه مثلا روی این گزینه My Riot من میتونم سمی بولد رو انتخاب کنم بولد رو انتخاب کنم گزینه مثلا ایتالیک رو انتخاب کنم حالا توی مختلف داره هر کدوم بخوام میتونم استفاده کنم این از این روبروی اینها دو تا تی میبینیم که فونت سایزمون هستش این مورد اگر من یه بخشی رو بلاک کنم مثلا این قسمت رو با فونت سایز میتونم اندازه این بخشی که انتخاب شده رو تغییر بدم مثلا بذارمش روی 18 پوینت بزنمش روی 72 پوینت یا یه عددی رو اینجا خودم بنویسم مثلا اینجا بنویسم 100 اینتر رو بزنم به اندازه 100 پوینت تغییر میکنه یا اینکه حتی میتونم از اعشار استفاده کنم یه نقطه میذارم 5 رو مینویسم میشه 100 ممیز نیم با این دقت میتونم سایز اون بخشی که بلاک کردم رو کم و زیاد کنم میگم دوستان عزیزم فقط قضیه کلمه یا کل جملات و موارد مختلف نیست من حتی میتونم یک حرف رو انتخاب کنم همون حرف رو کوچیک و بزرگ کنم به شکلی که دارید میبینید درسته یه کنترل زد بزنیم این برگرده به حالت قبلی مورد پایینی کار میکنه مورد پایینی شو دوستان عیزم باید چند تا خط رو انتخاب کنم بهتر متوجه خواهید شد مثلا این سه تا خط رو انتخاب کنیم این خط اول و دوم بر حسب خط سوم یه جورایی فضا و فاصله شون تغییر پیدا میکنه ببینیم مثلا من اگر اینو بیارم بذارم روی سی فضا کمتر شد دیدین من اگه بزنم روی 72 بیشتر میشه این فاصله بین خطوطم هم داره افزایش پیدا میکنه خودم میتونم اینجا یه عددی رو مشخص کنم یا اینکه بیارم بذارم روی حالت اتو به صورت نرمال و عادی و استاندارد کارم رو ببینم پس این مورد پایینی فاصله بین خطوطی که انتخاب کردین رو براتون مشخص میکنه خب شش تا آیکون اینجا میبینید روبروی اینا با گزینه آل کپس شروع میکنم اگر من بیام و بذارین از یه جای شروع کنیم که حروف بزرگ هم داره مثلا این قسمت این حرف بزرگ یو ابتدای کار هست اگر بیام اولی رو انتخاب کنم روش کلیک کنم تمام حروفم به شکل حروف بزرگ تبدیل میشه یعنی دیگه فرام فرق نمیکنه چی با حرف کوچک نوشته بودم چی با حرف بزرگ همه حرف بزرگ میشن یه تفاوتی با این پایینی داره ببینید پایینی هم همین کار رو میکنه اما با این تفاوت که حروفی که بزرگ بودن از قبل یه مقدار قدشون بلندتر از ما بقیه حروفه اونایی که کوچیک بودن قدشون کوتاهتره اونایی که بزرگ بودن قدشون بلندتره ولی در کل همه حروف بزرگ خواهند بود اینو خودتون تمرین کنید بهتر متوجه میشین چه اتفاقی میفته مورد بعدی گزینه سوپر اسکریپتمون هستش که من سوپر رو اگر بزنم اتفاقی که میفته حروف کوچیک میشن میرن بالا یعنی سایز حروف کوچیک میشه نه اینکه از حروف کوچیک استفاده کنیم این یو هنوز حرف بزرگه اندازشون کوچیک میشه از خط زمینه میرن بالا برعکسش این پایینیه یعنی اینو غیر فعال میکنیم پایین رو فعال میکنیم حروف کوچیک میشن از خط زمینه میان پایین مثلا از این مورد برای ایجاد توان خیلی خوب میتونیم استفاده کنیم ده به توان دو مثلا اگر ریاضی رو میخوایم در مجله و کاتالوگ و کتاب و هر چیزی که داریم درست میکنیم بنویسیم به این راحتی میشه این تغییرات رو به وجود آورد مورد بعدی گزینه آندرلاینه یه خط پایین تمام حروفی که انتخاب کردیم میندازه بعدیش یه خط روی کلمات و حروفمون میندازه این مثلا کاربردش چیه خیلی مهمه زمانی که مثلا دارین یه تخفیفی رو مینویسین از این استفاده کنیم مثلا یه موردی یه کالای قیمتش مثلا 25000 تومان بوده یه خط روش جلش جلوش بعد از تخفیف مثلا 20000 تومان اون قبلیه رو با یه خط قرمز میتونیم تغییرش بدیم حالا اینکه چطور میتونیم این خط رو رنگی کنیم رو الان بهتون میگم ببینید اگر من دکمه alt رو روی این مورد نگه دارم alt رو نگه میدارم یک کلیک یه پنجره اینجا به نمایش در میاد زوم اوت کنم بهتر مشخص بزنم کنسل کنم دوباره این کارو بکنیم alt کلیک روی این آیکون آپشن های این خط روی کلماتمون رو اینجا میتونیم ببینیم حالا چه کاربردی دارن ببینید اگر ویت رو انتخاب کنم حتما اینو در, در نظر داشته باشین و دقت کنید گزینه پریویو تیک داشته باشه نداشته باشه ما تغییرات رو به صورت زنده و لایو نمی‌بینیم روی کارمون پس پریویو تیکش رو میزنیم استرایک آن اگر آف بود آنش میکنیم که آپشناش به نمایش بیاد و این خط شکل بگیره ویت زخامت این خط رو برای ما مشخص میکنه میتونیم زخامتش رو بیشتر کنیم آفست میاد و فضا و فاصله قرارگیری رو برای ما مشخص میکنه اینکه چقدر بالا و پایین باشه این خط مثلا من اگر بیشترش کنم میره بالا کمترش کنم میاد پایین تر مثلا اینجا روی کلا روی خط و روی نوشتمون قرار بگیره کالر مطمئنا رنگ رو تغییر میده مثلا اینو رنگش رو قرمز میکنم الان چون بلاک شده رنگ قرمز رو به من نشون نمیده اوکی کنم یه جا کلیک کنم میبینید که این رنگش قرمزه گزینه گپ رو میتونم فعال کنم البته قبلش بریم سراغ تایپ تایپ چی کار میکنه؟ تایپ نوع خطمون رو بهمون نشون میده مثلا اینو میتونم بذارم روی نقطه چین یه نقطه چین روی کار برای ما بندازه ببینید زوم کنم بهتر مشخصم خط نقطه چین شد حالا گپ بعد از اعمال این تغییرات خودشو نشون میده گپ میاد فاصله ای که بین این نقطه ها وجود داره رو پر میکنه مثلا میتونم اینو بزنم روی رنگ آبی ببینید بین این نقطه چینی که داشتم یه خط آبی قرار میده این فضا رو برای من پر میکنه دو تا گزینه تینت و گپ تینت کارشون چیه تینت میاد غلظت رنگ رو کم و زیاد میکنه روی 100 درصد باشه که غلیظ ترین رنگ رو خواهیم داشت کمترش کنیم این وضوح و اون غلظت رنگ کمتر میشه در چاپ غلظت رنگ بهش میگیم در کارهای دیجیتال خب وضوح تصویرمون یعنی اگر این نقطه ها رو من بذارم روی 40 درصد اون حروف زیرش به نمایش در میاد که یعنی اگر گپ تینت رو هم که اون فضای مابین اینا میخواد قلزت اونا رو مشخص کنه بذارم روی سی درصد این مقدار وضوحش کمتر خواهد شد میتونیم از این موارد استفاده کنیم دکمه اوکی رو هم اگر در نهایت بزنم تغییرات برای من اعمال میشه اینجا میتونم اینا رو ببینم به شکلی که مشخصه اما یه نکته رو بهتون بگم این تغییرات فقط برای همین موردی که بلاک کرده بودیم شکل گرفت اگر یه جای دیگر دوباره بلاک کنیم و بخوایم این تغییرات رو اعمال کنیم دوباره از اول باید این تغییرات رو شکل بدیم چون همون حالت استاندارد و دیفالت خود نرم افزار این دیزاین برای ما شکل میگیره یه خط ساده که روی کار قرار گرفته من باید دوباره بیام آلت رو نگه دارم یک کلیک و تغییرات رو اینجا برای خودم دوباره اعمال کنم خب با این مورد کاری ندارم اگر بخوام میتونم برای آندرلاین هم دقیقا همین تنظیمات رو داشته باشم یعنی یا آندرلاین مثلا زیر این بندازم آلت رو بگیرم کلیک روی این گزینه کاری که میکنه آپشن ها رو در اختیار من میذارم همون تغییرات رو میتونم بدم زخامت رو بیشتر کنم مثلا رنگ رو تغییر بدم قرار دادن این جایگاهش رو مشخص کنم دکمه اوکی رو مثلا بزنم همین خط رو اینجا نگه دارم برای خودم پس همون کارها رو میتونید انجام بدین گزینه های وسط هم اگر alt رو نگه دارم روشون کلیک کنم میریم به بخش preferences گزینه advanced type تغییرات کلی روی این بخش میتونیم داشته باشیم که فعلا در صحبت نمی کنم. تغییرش ندید فعلا دوستان عزیز کنسل رو میزنیم کاری باهاش نداریم این دو تایی سمت چپم هم اگر alt رو بگیرم و کلیک کنم فعلا فایده ای برای من نداری چه اتفاقی نمیفته بریم سراغ موارد بعدی که در این بخش بالا هستن یه گزینه اینجا داریم به اسم کرنینگ کرنینگ دیگه نیازی به بلاک کردن یک اریا نداره اگر بیام انتخابش کنم دو تا حالت متریک و آپتیکال رو میبینیم من باید بیام یه جو کلیک کنم کارش اینه که بین اون قسمتی که کلیک میکنم و این حالت ویرایشی به نمایش در میاد بین اونا فاصله میندازه یعنی از آخرین قسمتی که داره این مورد چشمک میخوره یه فضا و یه فاصله شکل میگه این قسمت بعد از اونها تغییراتی در جایگاهشون و فاصله به وجود میاد ببینید من اگر این رو زیاد کنم خط بعدی رو میبینید داره میره جلوتر مثلا من اینو رو میذارم روی 400 و اینتر رو میزنم ببینید به این اندازه فاصله شکل دادم یه جاهای کاربرد داره مثلا شما یه کتاب تمرین زبان انگلیسی رو ببینید مملو از قسمت هاییه که با این بخش درست شدن فضاهای خالی درست شده که شما با کلمات مناسب مثلا اون قسمت ها رو پر کنید اگه خواستین چنین کتابی به وجود بیارید میرین سراغ این گزینه کرنینگ اون قسمت ها رو فضای خالی میدین که بعدا بتونید در کتاب ازش استفاده کنید اما مورد پایینی که گزینه ترکینگ هستش باز هم نیاز داره که ما یه جاهایی رو حالا مثلا بلاک کنیم این قسمت رو من بیام قسمت رو مثلا بلاکش کنم بعد اگر من اینو کلیک کنم و جلو برم اتفاقی که میفته اینه که حروف اون قسمت دارن از هم فاصله میگیرن یه جورایی برای تاکید هم فوق العاده است ما یه بخشی رو داریم تاکید میکنیم یا مثلا کلمات رو میخوایم گسترش بدیم که این بخش به انتهای جمله برسه یا حالا موارد مختلف هر استفاده که خودتون مد نظرتون میتونید ازش داشت داشته باشین برخی فونت ها هم هستن خیلی تو در تو چسبیده به همن هم از این مورد میتونیم استفاده کنیم برای اینکه اون فونتمون رو یه مقدار استاندارد نشون بدیم و جلوه بدیم این هم از گزینه تراکینگ بریم سراغ مورد... موردهای بعدی ورتیکال اسکیل و گزینه هوریزنتال اسکیل رو که این بالا میبینید من اگر یه بخشی رو انتخاب کنم روی این قسمت میتونم بهتر بهتون نشون بدم این دو تا گزینه بالا که رو به روی هم قرار گرفتن اولی کلمات و حروف رو به سمت بالا میکشه دومی به سمت راست و چپ اینا رو میکشه فضاشون رو گسترش نمیده یعنی فضا و فاصله بین حروف نمیندازه فقط کشیدگی توی حروفه وجود میاره ببینیم چه اتفاقی میافته یه زوم اوت کنم ببینید با این مورد اگر من کار کنم کلمات دارن گسترش پیدا میکنم به سمت بالا و پایین میرن و یک کشیدگی به سمت بالا و پایین شکل میگیره این مورد میاد به سمت چپ و راست این کشیدگی رو برای من اعمال میکنه حالا دو تا مورد پایین داریم گزینه بیسلاین شیفت چه کاری انجام میده من اگر یه قسمتی رو انتخاب کنم بلاکش block, کنم و این رو انتخاب کنم ببینید من اشتباها این رو زدم اجازه بدین یه کنترل Z بزنیم چون کنترل Z بزنیم نیازی به این قسمت نبود این مورد رو بعد آموزش بدم بهتون بیسلاین شیفت کاری که انجام میده اگر بزنم از خط زمینه میتونم یک فاصله ای رو ایجاد کنم بیا مثلا اگر منفیش کنم میره زیر خط زمین قرار میگیره این مورد رو هم یه جاهایی در کتاب های زبان انگلیسی من مدام میبینم مثلا در کتاب زبان انگلیسی کودکان میان حروف رو به این شکل از هم جدا میکنن این مثلا اینو میبرم بالا مثلا این قسمت رو این میبرم بالا این اوبر بالا این او بیاد پایین با کلمات و با حروف یه جورایی بازی میکنن یه ظاهر جذابتری به کار میدن که شخصی که داره آموزش میده به کودکان بتونه یه سیستم بازی و آموزش به وجود بیاره و اون حروفی که جدید یاد گرفتن مثلا دانش آموزا بیشتر روشون تاکید کنه و بهتر مثلا دانش آموزا که سینشون کمتره یاد بگیرن اینا رو یه همچین استایلا رو میتونن به کار ببرن مورد بعدی که اینجا داریم گزینه اسکیو همونطور که بهتون گفتم برخی از فونت ها مثلا حالت ایتالیک ندارن خب نداشته باشن ما خودمون با گزینه اسکیو میتونیم ایتالیکشون کنیم مثلا این قسمت رو انتخاب میکنم اگر اسکیو رو بیشتر کنم یه زاویه یه چرخش برای من به وجود میاره همون حالت ایتالیک رو برای من نشون میده و به نمایش در میاره اگر هم فونت ایتالیک داشته باشه برخی مواقع باز هم نیاز داریم به اسکیو چرا میخوایم مثلا اون حالت کج بودن کلمات و حروفمون بیشتر بشه خب ایتالیک یه فضای و زم... یک زاویه خاصی رو داره ما میخوایم دیگه خیلی مثلا شیپ بدیم به کارمون یا میخوایم مثلا شیپ برعکس باشه یعنی مثلا اگر 24 درجه مثبت به سمت راست خم شده منهای 24 درجه این رو به سمت چپ کج میکنه که ایتالیک این امکان رو ما نده دو تا مورد روبروی اینا داریم اولی مورد فیل یا رنگمون هستش یعنی من یه بخشی رو مثلا بلاک کنم این قسمت رو بلاک کنم رنگش رو عوض کنم مثلا اینجا اگر روی این گزینه کلیک کنم میتونم رنگ زرد رو براش انتخاب کنم این رنگ تکست هم زرد شد پس بلاکش میکنیم با فیل رنگ رو عوض میکنیم مورد پایینی استروکه استروک چی کار میکنه؟ استروک یک خط پیرامونی برای ما به وجود میاره یه حاشیه دور حروف برای ما میندازه که اگر این مورد رو کلیک کنم و رنگش رو هم مشخص کنم بهتر مشخص میشه میبینید یه خط دور تک تک حروفمون قرار گرفت به اسم استروک که میتونیم اینجا رنگش رو مشخص کنیم اگر میبینید من اینجا کلیک کردم و هیچ کدوم از اینا اون حالت های قبلی رو ندارم به خاطر اینکه اون قسمتی که من بلاک کرده بودم رو تغییر دادم الان دیگه در حالت بلاک نیستش اون قسمت قبلی بلاک نشده خب دوباره اگر انتخابش کنم میتونم تغییراتم رو مجددا اعمال کنم اگر نخواستین استروکتون وجود داشته باشه روی گزینه نان کلیک میکنین از بین میره اگر رنگ رو هم بخواین از بین ببرید روی گزینه نان برای اون کلیک میکنین اینجا دیگه رنگی نخواهد داشت خب تکسمون که نیاز به رنگ داره قاعدتا برای اینکه به نمایش دربیات بهتر یه رنگ رو بهش اختصاص بدیم خیلی خب یه موردی رو بهتون بگم در ارتباط با تکس فارسی درباره حروف فارسی و عربی و مواردی که به این شکل وجود داره برخی از هایی که الان بهتون آموزش دادم روی حروف فارسی و عربی کار نمی کنن. دلیلش اینه که مثلا من اگر برم سراغ این دوتا تی بزرگ all caps که بهتون گفتم حروف رو بزرگ میکنه به طور کامل خب ما در زمان فارسی حروف بزرگ و کوچیک نداریم تمام حروف به عادی به این شکل نوشته میشن بنابراین نیازی به این دوتا گزینه نداریم مثلا all caps رو نیاز نداریم و مثلا small caps رو نیاز نداریم اگر من اینو بلاک کنم یه کنترل A بزنیم بلاک بشه این دوتا رو اگر کلیک کنم و فعال کنم هیچ اتفاقی برای متنم نمیفته ولی خب دیگر موارد روش کاملا کار میکنن عینا همونجوری که روی حروف انگلیسی کار کردیم روی قسمت فارسی هم میتونیم ازشون استفاده کنیم مثلا من میام اینجا رنگ این رو سبزش کنم میبینی تغییرات اعمال میشه یا کشیدگی به وجود بیارم و گزینه دیگه فونتش رو عوض کنم همه اینا رو میتونیم اینجا اعمال کنیم برخی از موارد فقط روی حروف فارسی اعمال نخواهند شد این رو هم باید بهتون میگفتم که سوالی به وجود شک و شبهه ای هم در آینده براتون شک نگیره که چرا مثلا اونجا در زبان انگلیسی فلان کارو کردیم اینجا فارسی شک نگیره خب قابلیتش رو در زبان فارسی نداریم خب دوستان عزیزم نمیخوایم ویدیو خیلی خیلی طولانی بشه چون نکات ریزی داشت خیلی موردهای مختلفی رو اینجا داشتیم که الان باشون کار کردیم ازتون درخواست میکنیم ویدیو رو حتما تمرین کنید تمام این قسمت رو خودتون تست کنید که حتما در ذهنتون باقی بمونه دوستان عزیزم در ویدیو بعدی باز همین سراغ قسمت های دیگه موارد دیگر هم یاد میگیریم در انتهای ویدیو برای اینکه حمایت کنین از کانال یوتیوب پرویت اکادمی ازتون درخواست دارم لطفا ویدیو ها رو لایک کنید دوستان عزیز در کانال یوتیوب پرویت اکادمی اگه سابسکرایب نکنین سابسکرایب کنین اون زنگوله نوتیفیکیشن هم خیلی مهمه روش کلیک کنید ویدیوهای جدید ما براتون اعلانش میاد از دست نمیدید منتظر کامنتاتون هم هستم باز هم همراه شما خواهم بود متشکرم موفق باشید